سلام خدمت همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. من الهام جزائری هستم، کارشناس امور مهاجرتی و در این ویدیو میخوام برای شما عزیزان در مورد ویزای تالنت استرالیا صحبت کنم. ویزای تالنت یا نخبگان کشور استرالیا یکی از بهترین انواع ویزاهای مهاجرتیه که اقامت دائم رو از بد به ورود به دارندگان خودش اعطا میکنه. این ویزا از نوامبر سال 2019 اجرایی شد تا افرادی که تخصصهای ویژه یا دستاوردهایی در سطح بین‌المللی دارن امکان مهاجرت به استرالیا رو داشته باشن. اداره مهاجرت کشور استرالیا تشخیص نخبگان در سراسر جهان رو با همکاری برخی از کارشناسان استعدادیاب خودش که در شهرهایی مثل شانگهای، واشنگتن و سنگاپور مستقر شدن انجام میده. لازم به ذکره که با توجه به شرایطی که ویروس کرونا در سراسر جهان به وجود آورده، در حال حاضر این کارشناسان فعالیت خودشون رو در استرالیا دارن انجام میدن. در سال مالی 2021-2022 کشور استرالیا 15200 ظرفیت رو به ویزاهای تالنت اختصاص داد که نسبت به سال گذشته افزایش 3 برابری داشته. شاخه های ویزای تالنت کشور استرالیا در حال حاضر به 10 بخش تقسیم شدن: Resources، Extraction and Processing، Agri-Food and Ag-Tech، Energy، Health Industries، Defense، Advanced Manufacturing and Space، Circular Economy، Digitech، Infrastructure and Tourism، Financial Services and FinTech و Education. ویزای تالنت استرالیا یه سری مزایا داره که عبارتند از اقامت دائم از بد به ورود برای متقاضی اصلی، همسر و فرزندانش، امکان استفاده از خدمات درمانی رایگان در کشور استرالیا، اجازه کار و تحصیل بدون محدودیت و به صورت تمام وقت و بررسی سریع و در مدت زمان کوتاه. کشور استرالیا امکان اقدام از طریق ویزای تالنت رو برای فارغ التحصیلان مقطع دکترا که بیش از 3 سال از تاریخ فارغ التحصیلیشون نگذشته باشه و یا حتی دانشجویان مقطع دکترا که تا 6 ماه آینده مدرکشون رو میگیرن رو هم فراهم کرده. البته در نظر داشته باشید که اگر جزء این 2 دسته هستید، باید تعداد مناسبی مقالات بین‌المللی داشته باشید. شرایط کلی برای اخذ ویزای تالنت به این صورته که سن شما باید در بازه 18 تا 55 سال قرار داشته باشه. البته برای افراد بالای 55 سال هم در شرایط خاصی امکان اقدام وجود داره. همچنین شما باید در کشور استرالیا یک نامینیتور داشته باشید که در زمینه علمی شما مشغول به فعالیت باشه. در نظر داشته باشید که این نامینیتور باید یا سیتیزن استرالیا باشه یا اقامت دائم استرالیا رو داشته باشه. جوایز بین‌المللی کسب کرده باشید، ثبت اختراع یا دستاورد ویژه در 10 زمینه‌ای که در واقع ویزای تالنت مشخص کرده داشته باشید، اثبات بکنید که میتونید در کشور استرالیا کسب درآمد بیش از 185500 دلار در سال رو داشته باشید و همچنین مقالات علمی یا بین‌المللی پربازدید داشته باشید. 2 سازمان ارزیابی کننده استرالیا، یعنی سازمان EA و سازمان ACS، اعلام آمادگی کردن که میتونن نامینیتور متقاضیان ویزاهای گلوبال تالنت بشن. سازمان EA اعلام کرد که با دریافت هزینه بالغ بر 810 دلار استرالیا، پرونده متقاضیان واجد شرایط این سازمان رو بررسی میکنه. پس اگر در رشته های مهندسی مشغول به فعالیت هستید و شرایط لازم برای ویزای گلوبال تالنت رو دارید، میتونید از طریق سازمان EA اقدام کنید. سازمان ارزیابی کننده ACS هم اعلام کرد که نامینیتور متقاضیانی خواهد شد که در 3 شاخه دیجیتک، فینتک و اگتک واجد شرایط هستند. نکته جالب توجه اینه که این سازمان در ابتدا مدارک رو بررسی میکنه و در صورت تایید بودن مدارک هزینه 500 دلار رو از متقاضی دریافت میکنه. نکته جالب در مورد نامینیتور اینه که الزامی به حضور نامینیتور در خاک استرالیا نیست. یعنی اگر نامینیتور شما اقامت دائم استرالیا رو داره و یا سیتیزن این کشور هستش و از جایگاه علمی مناسبی برخورداره، الزاماً نیازی نیست که در خاک استرالیا حضور داشته باشه. همچنین هیچ مسئولیت و تعهدی متوجه نامینیتور بعد از مهاجرت به استرالیا نیست، پس مفهوم نامینیتور و اسپانسر کاملا متفاوته. نامینیتور هیچ مسئولیتی در قبال موفقیت شما بعد از مهاجرت به استرالیا نداره.
هزینه ویزای گلوبال تالنت برای متقاضی اصلی 4180 دلار استرالیا و برای همسر و یا فرزندان بالای 18 سال 2095 دلار استرالیا و برای فرزندان زیر 18 سال 1045 دلار استرالیا است. در نظر داشته باشید که برای اخذ ویزای گلوبال تالنت نیاز به نمره زبان 4.5 آیلتس دارید. ممنون که در این ویدیو همراه ما بودید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به آدرس وبسایت persianmigrant.com مراجعه کنید و یا با شماره‌های شرکت تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند. با ما همراه باشید، چرا که تا پایان مسیر در کنار شما هستیم.